بسیاری از مردم در طول تاریخ گمان بردند دنیایی که در آن زندگی می کنند پایانی ندارد. فلسفه های مادی یونان شالوده مکاتب و ادیان سومری و مصری بودند. این ادیان بر تعدد خدایان و الهه ها مبتنی بودند. مهمترین عامل پیدایش و شکل‌گیری اندیشه های نادرست جهل و ناآگاهی مردم نسبت به ادیان آسمانی یا رویگردانی آنها از حقایق دینی بوده است. ضمن اینکه سطح دانش و تکنولوژی در آن زمان کافی نبود و این خود یکی از عوامل پیدایش اندیشه های نادرست درباره نظام هستی است. اما امروزه از طریق معاملات و مشاهدات علمی ثابت شده که دنیا آغاز و پایانی دارد. این حقیقت بزرگ به روشنی در قرآن کریم که بیش از 1400 سال پیش نازل شده بیان گردیده است. لذا دنیا روزی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر قیامت به طور قطع برپا خواهد شد و در این باره کوچکترین شکی وجود ندارد. در مستندی که همینک مشاهده می کنید پاره ای از نشانه های قیامت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان نموده به نمایش گذاشته می شود. نشانه هایی که بیانگر نزدیک شدن رستاخیز است. سقوط اخلاقی و بی‌بندوباری از نشانه های قیامت بدکاری و رواج فحشا است. از نشانه های قیامت این است که علم از میان مردم برداشته می شود و بدکاری نمایان و رایج می گردد. ارزش های اخلاقی مهمترین عامل اثرگذار در تنظیم روابط اجتماعی است. این در حالی است که اینک ارزش های اخلاقی در جامعه بشری با تهدیدها و چالش های جدی مواجه می باشد. از مهمترین نشانه های سقوط اخلاقی در جوامع امروزی بی بندوباری ها و مفاسد اخلاقی است که خارج از زندگی و چارچوب زندگی زناشویی انجام میپذیرد. جرایم جنسی، تجاوز به عنف، تجارت و قاچاق دختران و زنان جوان و رشد سعودی بیماری هایی مثل ایز از مهمترین نشانه های سقوط اخلاقی است. در این میان اسفبارتر این است که بسیاری از مفاسد اخلاقی به نام دین انجام می شود و شکل و پیشینه دینی و قانونی به خود گرفته است. مسئله ازدواج موقت همین مسئله است. این روسری آبی مثلا در مورد همین ازدواج موقته. صحیح. ولی عقد موقت شما یکی 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مال داشته باشین بتونی اداره کنی. همچنان که همجنس بازی، ازدواج مرد با مرد و یا ازدواج زن با زن به عنوان یکی از رفتارهای نامتعارف و غیر اخلاقی در برخی از کشورها به صورت قانونی در آمده است. روابط نامشروع و مفاسد اخلاقی با اشکال مختلف از قبیل ازدواج موقت یا دیگر رفتارهای نامتعارف به صورت تجارتی پرنونق در آمده است که در نوع خود حرکتی برنامه‌ریزی شده در جهت نابودی ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی و اعلان جنگ با آموزه‌های دینی است. از این رو شاهد گسترش چشمگیر دفاتر ثبت ازدواج موقت و مراکز مربوط به قانونی کردن چنین روابطی هستیم. از سوی دیگر مراکز فساد و بنگاه‌های تجارت جنسی نیز رونق فراوانی داشتند. احادیث نبوی حاکی از آن است که تن دادن به چنین روابطی چه در قالب ازدواج‌هایی چون ازدواج موقت که به نام دین انجام می‌شود و چه در چارچوب فساد اخلاقی مصوب در قوانین برخی از کشورها از نشانه‌های قیامت می‌باشد. دوری از رهنمودهای قرآن و آیین راستین. زمانی بر مردم می‌آید که اشخاص پروایی ندارند که از راه حلال کسب ثروت کنند یا از حرام. این یکی از ویژگی‌های بارز مردم در آخر زمان است که به حلال و حرام بی‌توجهند و از قرآن و رهنمودهای قرآنی فاصله می‌گیرند.
در آخر الزمان مردم از احکام قرآن فاصله می گیرند و به قوانین وضعی و خودساخته روی می آورند. قضا و قدر را انکار کرده و خداوند را با ریاکاری و به قصد خودنمایی یا در جهت منافع مادی عبادت می کنند و از دین به خاطر منافع شخصی سوء استفاده می نمایند. در چنین زمانی که مردم از قرآن فاصله می گیرند، بازار دکانداران دینی پر رونق می شود و در نتیجه جهل و زلالت جای فهم و عدالت را می گیرد. در چنین زمانی به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آن که بر دینش استقامت ورزد به مصابهه کسی خواهد بود که اخگری آتش در دست می گیرد. ستمی که امروز بر اهل حق می رود و فشار و سرکوبی که از سوی انحصار طلبان و دکانداران دینی بر حقیقت جویان وارد می شود، نمونه ای از تلاش های دشمنان دین برای خاموش کردن انوار پرفروغ اسلام است. گرچه در موارد این تلاش ها به نام دین و در لباس مردان منتسب به دین انجام می شود. گسترش فتنه ها و زمینه های انحراف عقیدتی در آخر زمان به گونه ایست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: به سوی کارهای نیک بشتابید که فتنه های مانند شب تاریک پدید خواهد آمد، بدین سان که شخص صبح مسلمان است و غروب کافر، و شب ایمان دارد و صبح کافر است، و دینش را در برابر کالای ناچیز دنیا می فروشد. فساد اجتماعی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امتم تا زمانی که حرامزادگی در میانشان زیاد نشود بر خیر و نیکی هستند، و چون حرامزادگی و حرامزادگان فراوان شوند، بیم آن می رود که الله عذابی عمومی بر آنها فرود فرستد. یکی از نشانه های قیامت دور شدن انسان از منش و خلق و خوی ارزشمند و والای قرآنی است. ارزش هایی چون عدالت، محبت، مهرورزی و عفت و پاکدامنی. بدون شک دوری از این ارزش ها به فروپاشی شالوده جامعه بیانجامد. همچنان که آسیب های اجتماعی خود برایند دوری از این ارزش هاست. این آسیب ها نتایج و نمودهای گوناگون داشته است، از جمله سست شدن بنیادهای اجتماعی، افسردگی، گوشه‌نشینی و انزوای افراد، و رشد روز افزون بیماری‌های روانی، طلاق و زیاد شدن کودکان خیابانی. فساد اقتصادی و خیانت‌های شغلی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز از دیگر مظاهر مفاسد اجتماعی است که در نوع خود از نشانه های آخر زمان است. انسان امروز آنچنان دچار بحران روانی شده که در اضطراب و ناآرامی شدید به سر میبرد، تا آنجا که تمام راه های فرارویش را تاریک میبیند. آن دسته از کسانی که مشکلات روانی آنان حل نمیشود، چه بسا به خودکشی روی میآورند. همه این چالش ها در قرن اخیر نمایان شده و در نوع خود اشاره‌ای به نشانه های قیامت است. علم و تکنولوژی. منابع تاریخی بیانگر آن است که در زمان نزول قرآن کریم در جوامع آن روز اطلاعات علمی و تکنولوژی امروزی وجود نداشته است. یعنی سطح دانش و تکنولوژی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پیشرفت چشمگیر علم و فناوری در عصر حاضر به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. با این حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده که پیشرفت چشمگیری در آخر زمان روی خواهد داد. اینک با هم نگاهی به این پیشرفت‌های علمی می‌اندازیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله هیچ بیماری نیافریده مگر اینکه دارو و درمان آن را نیز آفریده.
در این حدیث به امکانات کشف انواع داروهایی که تأثیر مثبتی بر بهبود بیماری‌ها دارند اشاره شده است. میانگین عمر انسان در حال حاضر نسبت به میانگین عمر انسان در 15 قرن پیش افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش حتی نسبت به میانگین عمر انسان در ابتدای قرن 20 نیز قابل لحاظ است. پیشرفت تکنولوژی پزشکی این امکان را به انسان داده که به موفقیت بزرگ دست یابد. بلکه همینک انسان تحقیقات و پژوهش‌های پزشکی فراوانی در جهت رشد این شاخه علمی فراروی خود دارد. این تحقیقات در ادامه پیشرفت‌های چشمگیری است که در گذشته نزدیک در زمینه علم پزشکی به دست آمده است. چنین پیشرفتی به هیچ عنوان به ذهن انسان گذشته نمی‌رسید و برایش قابل تصور نبود که روزگاری به این همه پیشرفت دست یابد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قیامت برپا نمی شود تا آنکه مردم در ساختمان سازی بر یکدیگر سبقت بگیرند. با نگاهی به تاریخ مهندسی معماری و ساختمان می بینیم که ساختن آسمان خراش ها به قرن 19 میلادی برمی گردد. پیشرفت تکنولوژی های دیگر و امکان استفاده از بالا برنده های برقی خود از عوامل روی آوردن بشر به ساختن آسمان خراش هاست. احادیث صحیح به این نکته اشاره دارد که مردم در آخر الزمان در ساختن ساختمان های بلند با هم مسابقه می دهند و این امروزه تحقق عینی یافته است. حتی حکومت ها نیز وارد این مسابقه شدند و بسیاری از حکومت ها می کوشند که در این زمینه پیشگام باشند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و قیامت برپا نمی شود تا آنکه فاصله ها کم شود. انسان در قرن حاضر موفق به ساخت هواپیماهای فوق صوت شده است. همچنین به واسطه تولد ماشین آلاتی چون خودروهای پیشرفته و قطارهای سری و سیر، مسافتهای طولانی را که در گذشته چندین روز و حتی چندین ماه به طول می انجامید به چند ساعت کاهش داده است. اینجاست که یکی دیگر از نشانه های مربوط به نزدیک شدن قیامت که در حدیث ذکر شده تحقق یافته و بعد مسافتها کاهش یافته است. کم شدن فاصله ها به عنوان یکی از نشانه های قیامت اشاره ایست به اینکه بسیاری از کارهایی که در گذشته زمان بر بود و انجام آن زمان زیادی می برد امروزه در فاصله زمانی بسیار کمتری به انجام می رسد. پیشرفت تکنولوژی این امکان را به انسان داده که کارهای فراوانی را در زمان اندکی انجام دهد. در احادیث دیگری نیز کم شدن فاصله ها به عنوان یکی از نشانه های قیامت یاد شده است. در گذشته نچندان دور ارسال پیام و برقراری ارتباط مخابراتی بین دو قاره 2 هفته زمان می برد. اما در عصر حاضر به واسطه اینترنت و وسایل ارتباطی نوین این ارتباط به چند ثانیه یا بلکه به کمتر از ثانیه‌ای کاهش یافته است. چند قرن پیش امکان چاپ کتاب بسیار اندک بود. این در حالی است که در جهان معاصر امکان چاپ میلیون‌ها کتاب در اندک زمانی امکان پذیر شده است. همچنین آشپزی، نظافت منزل، مراقبت‌های پزشکی و دیگر روزمرگی‌های انسان از چندین ساعت به چند دقیقه کاهش یافته است. همه اینها به سبب پیشرفت تکنولوژی است. آری، همه این کارها بدون زحمت قابل ذکری در کوتاه مدت انجام می‌شود. خلاصه اینکه پیشرفت تکنولوژی جدید گفته‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره کاهش فاصله ها در آخر زمان را تایید و تصدیق می نماید. در مسند احمد آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست قیامت فرا نخواهد رسید مگر آنکه وقتی فردی از شما از نزد خانوادش بیرون می رود ابزار و وسایلش او را از آنچه که خانوادش بعد از او انجام داده اند با خبر می سازند.
در احادیث نبوی به پیشرفت تکنولوژی ارتباطات به عنوان نشانه هایی که قبل از فرارسیدن قیامت مشاهده می شوند تصریح شده است. قیامت برپا نخواهد شد مگر آنکه کوه ها از جای خود دور شوند و چیزهای مهم و بزرگی مشاهده کنید که قبلا ندیده اید. همچنین آن گونه که در احادیث آمده است، از آسمان صدایی خواهد آمد که هر قومی آن را با زبان خود می شنود. گویی این اشاره به پیشرفت تکنولوژی و فناوری ارتباطات است. پیشرفت چشمگیر وسایل ارتباط جمعی و رشد گسترده سخت افزارها و نرم افزارهای رادیو و تلویزیونی نمونه از پیشرفت تکنولوژی در آخر زمان است. این در حالی است که 100 سال پیش چنین تحولی خیالی بیش نبود، اما 1400 سال قبل در احادیث نبوی بدان اشاره شده است. در این فیلم به شماری از وقایعی که در سده اخیر اتفاق افتاده و هنوز هم در جریان است پی بردیم و دیدیم که محمد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمان این رویدادها را تحت عنوان رویدادهای آخر زمان نام برده و بیان نموده که این پدیده‌ها نشانه نزدیک شدن قیامت است. هر یک از این نشانه‌ها که روی می‌دهد، دنیا یک قدم به پایانش نزدیکتر می‌شود. و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و رستاخیز آمدنی است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و بیگمان الله کسانی را که در قبرها هستند برمی انگیزد. آنچه در قرآن کریم و احادیث نبوی بدان اشاره شده یکی پس از دیگری روی می دهد و دنیا شاهد تحولاتی است که قبلا هرگز به خود ندیده است. علامت های آخر زمان در حقیقت یک یادآوری است تا آن که می‌خواهد به خود آید و شکی نیست که وعده الهی تحقق می‌یابد و هیچ چیزی نمی‌تواند فرمان او را تغییر دهد یا وعده اش را به تأخیر بیندازد. و قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل عما تعملون. و بگو حمد و ستایش از آن الله است، آیات و نشانه هایش را به شما نشان خواهد داد، پس آنها را می شناسید و پروردگارت از کردارتان غافل نیست.